سلام به همه شما عزیزان موزیکلندی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی حسین پورم و خیلی خوشحالیم که توی این برنامه با ما همراهین. توی این برنامه میخوایم نگاهی بکنیم به بازار موسیقی، تهیه کننده ها، خواننده ها، نوازنده ها. لطفا قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم یه کامنت فینگلیش برامون بذارید، برنامه رو هم لایک بکنید، اگر هم تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب کن، دکمه زنگوله کنارش هم فعال بکن. یک موضوعی که خیلی زیاد از ما سوال میشه اینه که آقا ما چطوری میتونیم اسپانسر پیدا بکنیم، چطوری میتونیم خودمون رو معرفی بکنیم، یک نفر بیاد برای ما سرمایه گذاری بکنه. پیدا کردن اسپانسر و سرمایه گذار یکی از مهمترین موضوعاته، چون که سرمایه گذار میتونه شما رو از عرش هنر به فرش بیهنری برسونه. کارشون تنها پول در آوردن از طریق یک نفر به اصطلاح خواننده است. خود سرمایه گذار که هیچ چیزی از هنر و موسیقی و اینا نمیدونه، کاری که میکنن اینه که شما رو به عنوان یک جنس خام تحویل میگیرن، تبدیلتون میکنن به یک برند، یک برند پوشالی. در واقع خیلی ها این برند پوشالی هستن، نه هیچ هنری در طرف نیست، اسمش که مال تهیه کننده است، کارها تمام امتیازها مال تهیه کننده است، پیرهن تن یارو هم مال تهیه کننده است. خواننده هیچ چیزی از خودش نداره، حتی فکر و ایده هم از خودش نداره. عروسک خیمه شب بازی است که بهش نخ وست کردن و دارن از اون بالا کنترلش میکنن. چند روز پیش یاشار خسروی یک استوری گذاشته بود که به تهیه کننده های شهرستان این هشدار رو داده بود. آقا اسم گروه ماکان بند و کارهاش تماما متعلق به یاشار خسرویه و هیچ کس حق استفاده و بستن قرارداد و اینها رو بدون اجازه یاشار خسروی نداره. بین یاشار خسروی و گروه ماکان مشکل خاصی نیست، اما اگر هم مشکل خاصی بود 4 روز دیگه امیر مغاره یا روحام هادیان میتونستن با توجه به هوادارهایی که دارن خودشون بیان دوباره، یا به صورت جداگونه با اسامی خودشون میتونستن کار بکنن. اما ما توی ایران کسایی رو داریم که حتی اختیار داره نام تجاری خودشون هم نیستن. اسم مال تهیه کننده است، کار مال تهیه کننده است، خونه مال تهیه کننده است، همه چیز مال تهیه کننده است. این اتفاق چه جایی میفته؟ جایی که شما به عنوان یک شخصی که میخواد مسیر خوانندگی رو شروع بکنه هیچ خمیرمایه ای از خودت نداری و احساس میکنی این مسیر تماماً پوله 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 و پوله. خیر عزیزان، برای معروف شدن پول نیازه، قطعاً همینطوره. برای تبلیغات کردن قطعاً پول احتیاجه، اما برای ماندن شما نیاز دارید که خواننده خوبی باشید. در غیر این صورت همه چیزتون میشه مال اون کسی که قیافه‌ای از شما دیده و یک استایلی گفته خب جوونا اینو میپسندن، همینو بفرستیمش روی صحنه. الان هم که میدونید دیگه، هر کسی که مو رو مش کرد، بینی رو عمل کرد، هیکل رو ساخت، اون میشه خواننده برتر. چرا دنبال اسپانسر بگردید؟ الان پلتفرمی مثل اینستاگرام در اختیار همه هست. اگر شما هنر دارید شروع بکنید خودتون کار تولید کردن و منتشر بکنید. نمونه شروین حاجی پور بود دیگه، تلاشش رو کرد، خودش رو رسوند به برنامه عصر جدید، از اونجا یه چند تا فالوور هم گرفت و بعد شروع کرد کارهاش رو یواش یواش معرفی کردن. کار به جایی رسید که با یه میکروفون ساده جایزه گرمی هم برد، هرچند که خیلی ها ناراحت بودن که وای این جایزه نمیدونم امسال اضافه شده به جشنواره گرمی، نه همش حرف. کار خوب تولید بکنید، دنبال ترانه‌سرای خوب باشید، دنبال آهنگساز خوب باشید که بتونه صدای شما رو درست در بیاره و شروع کنید به کار تولید کردن. اگر کارتون خوب باشه شنیده میشه، مطمئن باشید. اسپانسر که آپولو هوا نمیکنه برای کسی، اون هم میره توی همین پیجای اینستاگرام و فلان، ولی خب هزینه میکنه، لولو رو هلو تحویل میده، یعنی یه کار خیلی مزخرف رو یک جوری میکنه تو گوش مخاطب، شما هر جا میرسی این کار رو میشنوی و باهاش همخونی میکنی. همین میشه که 4 روز دیگه همه میگن وای چقدر فلانی معروف شد. این معروفیت ها کاذبه. چند روز پیش یک استوری دیدم از مسعود صادقلو فرو ریختم، نوشته بود که من اگه قرار بود برای پول کار بکنم، موسیقی کار بکنم، 10 سال توی اوج نبودم. آقای صادقلو شما کدوم اوج، سازمان اوج رو دارید میگید؟ کدوم اوج؟ اولا توی ایران که اصلا بازار رقابتی که کلن بین سرمایه گذارها و بین برنامه گذارهاست، بازار رقابتی بین کسایی که میخونن که وجود نداره. توی همین بازار ناسالم هم باز شما در اوج محسوب نمیشی. من نمیدونم اگر شما توی اوجی، همایون شجریان کجاست؟ علی زنده وکیلی کجاست؟ علیرضا قربانی کجاست؟
اگر شما توی اوجی، محسن یگانه کجاست؟ محسن چاوشی کجاست؟ حالا اینو توی بازار غیر رقابتی ایران گفتم، و 4 روز دیگه اگر هنرمندهای خارج از ایران برگردن که دیگه اصلا جا برای خیلی ها نیست. دیگه کی میخواد جلوی یاس رو بگیره؟ کی میخواد جلوی هیچکس رو بگیره؟ کی میخواد جلوی حسین رو بگیره؟ رپرهایی که انقدر دارن خلاقانه کار میکنن، انقدر دارن خوب و با قدرت جلو میرن، چجوری میخواین جلوی اونا رو بگیرین؟ چطوری میخواین با اونها وارد رقابت بشین؟ کدوم موج رو دارین شما راجع بهش صحبت میکنین؟ بعد کدوم موسیقی شما وارد موسیقی خوانندگی رو بخوایم در رابطه باهاش صحبت بکنیم که اجراهای صحنه‌ایتون مشخصه. حالا اجراهای استودیو رو کاری ندارم، خدا رو شکر با اوتوتیون و ملوداین همه الان خوانندن. متاسفانه خوانندگی اسم دیگه‌ای براش نمیشد انتخاب کرد که این اسم رو گذاشت، ولی هر کس خوند بهش نمیگن خواننده. اگر در رابطه با ترانه سرایی هم میخوایم بگیم، من نمیدونم کار زده بارون به اون صورت ماهد کار شما بوده نبوده، ولی شما توی بحث ترانه هم، توی بحث ترانه شناسی اگر همون کار خودتون گفته باشید، باز هم ترانه سرا محسوب نمیشید. زده بارون به اون صورت ماهد چقدر خیس شدن موهای نازد، ماهد نازد، اینا اصلا با هم دیگه قافیه نیستن، تمام، این ایراده. نمیدونم بعد عشقم و چشمک رو با هم دیگه توی همین کار قافیه گرفته بود یا خودتون بودی، حالا هر کس دیگه، اینا ایراده. توی بحث ترانه سرایی هم نمیتونیم اسمتون رو بذاریم ترانه سرا، میمونه بحث ملودی سازی. شما زمانی میتونید بگید من ملودی سازم که من ازتون بخوام توی ماهور برام یه کاری بسازید، از عراق بره توی رضوی، از رضوی بره توی قرچه، یه کار برام بسازید توی اصفهان، از عشاق بره توی بیات راجع، بره توی جامدران. اگر بدونید و دانسته این کارو بکنید، بله من میتونم اسمتون رو بذارم ملودی ساز. در غیر این صورت شما ملودی ساز هم نیستی. اگه قرار باشه هر کسی هر چیزی بسازه، من هم ساختم از این کارا که بشینم، حتی من ساز هم بلد نیستم، نشستم ملودی هم ساختم، ولی نادانسته این کارو کردم و شنیداری این کارو کردم، اسم خودم رو بذارم ملودی ساز. پس لطفاً این اوهام رو به خودمون، به هوادارانمون ندیم. من 10 ساله توی اوجم. بله شما میتونید بگید من کاری رو که اجرا میکنم، مثلا منتشر میکنم، خیلی ها میشنون، قطعا همینطوره، اما دیگه اسم اوج رو نذارید روش. نمیدونم اوج شما کجاست، اما اوج به صورت عقلانیش توی موسیقی یک تعریف دیگه ای داره. 1000 بار گفتیم، میلیاردها بار دیگه هم تکرار میکنیم تا روزی که همه این موضوع رو بفهمیم که اگر میخواید خواننده بشید، اول برید یاد بگیرید، بعدم بیایید وارد این عرصه بشید که فردا روز اگر هم رفتید سراغ یک اسپانسر، اسپانسر باهاتون قراردادی نبنده که مثل یک برده زیر دستش باشید، 4 روز دیگه اسمتون هم مال خودتون نباشه، هنرتون صحبت بکنه، نه تیپ و قیافتون. اگه تیپ و قیافه دارید، برید توی کار مدلینگ، اونجا شما میتونید حرف بزنید، شما میتونید از خودتون دفاع بکنید و توی کاری وارد بشید که بتونید از خودتون دفاع بکنید، قابل دفاع باشه برای خودتون. نظراتتون خیلی برام مهمه، همه رو میخونیم تا جایی که بشه جواب میدیم. ارادتمندم، خدا نگهدار.